حمایت دولت بایدن از اسرائیل در جنگ غزه واکنش‌های انتقادی رو در جناح راست تندرو و جناح چپ تندرو در سال انتخاباتی آمریکا به همراه داشته. آیا میان دونالد ترامپ و نیکی هیلی یا میان آن دو و جو بایدن بر سر سیاست واشنگتن در اسرائیل اختلافاتی وجود داره؟ گزارش حسن سربخشیان. آغاز جنگ جهانی دوم نقطه عطف حضور نیروهای ارتش آمریکا در منطقه خاورمیانه بود تا این کشور برای همکاری با کشورهای متحد در برابر تهاجم نیروهای دشمن علاوه بر اتحاد نظامی به حضور نیروهای ارتش آمریکا در منطقه نیز بیاندیشد. And now they are ready to deliver the blow that will wipe out Hitler and the Nazis and all their treacherous associates. در وهله اول نیروی دریایی آمریکا بود که در منطقه خاورمیانه سعی کرد که یک پایگاهی درست بکنه که الان به گروه یا فلیت پنجم آمریکا نامگذاری شده و در بحرین هم هست. این آغاز حضور نیروهای نظامی امریکا در منطقه خاورمیانه به صورت مستمر بود. حالا از اون موقع به بعد نیروهای امریکا در نوبت‌های مختلف و در سایزبندی‌های مختلف در منطقه حضور داشتند. در جنگ افغانستان چیزی حدود 100 هزار نیروی امریکایی حضور داشت، در عراق 160 هزار نیروی امریکایی حضور داشته و اینها همه به خاطر اون دکترینی بود که آقای آیزنهاور رئیس جمهور امریکا وضع کرده بود که بتونه حضور پر چهره امریکا در خاورمیانه رو گسترش بده. Two presidents, Gamal Abdel Nasser of Egypt and Shukri al-Kawatli of Syria meet to make history in Cairo with the federation of their two states into one, the United Arab Republic. یک دهه بعد از تشکیل کشور اسرائیل، جمال عبدالناصر طرح تشکیل کشوری به نام جمهوری متحده عربی که با ادغام مصر و سوریه کمونیستی به وجود آمد را پذیرفت. هرچند جمهوری متحده عربی بعد از 3 سال و با خروج سوریه از آن عملاً با شکست مواجه شد، اما نگرانی سیاستمداران دنیای غرب و شرق در خاورمیانه پرتنش همواره پابرجا ماند. با گذر از دوران جنگ سرد، سیاست خارجی آمریکا دچار تغییراتی اساسی شد و در نیم قرن گذشته با روی کار آمدن هر یک از رؤسای جمهور دموکرات یا جمهوری خواه، تغییر در رویکرد واشنگتن در این باره نیز مشهود بوده است. در وهله اول رؤسای جمهور جمهوری خواه بیشتر علاقمند به مقابله سرسخت با اتحاد جماهیر شوروی داشتند و می‌خواستند که اونقدر حضور نیروهای نظامی امریکا در منطقه پررنگ باشه که اتحاد جماهیر شوروی فکری برای حالا یا دست برد زدن به اون کشورها یا برای مناطق دیگر به ذهنش نرسه. رؤسای جمهور دموکرات برعکس اونها بر این باور بودند که اگر بتونن از یک راه تعاملی جلو برن میتونن مسئله رو بهتر حل و فصلش بکنن. رویکرد دونالد ترامپ جمهوری خواه در به نتیجه رساندن پیمان ابراهیم و انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم در راستای حمایت کامل از اسرائیل بود، اما حمایت بنیامین نتانیاهو از انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهور دموکرات جدید در آمریکا نارضایتی ترامپ از نخست وزیر اسرائیل را به دنبال داشت. آقای ترامپ از اون موقع به بعد یک دلخوری، یک دلچرکینی از ایشون به دل داره و در حال حاضر هم احساس میکنه که آقای نتانیاهو اون یاور همیشگی خودش نیست. به همین جهت یک مقداری تندخویی نسبت به ایشون رو ادامه داده و این وسط خانم نیکی هیلی هم داره استفاده بهینه میکنه که بگه که من روابطم با اسرائیل بهتره، برای اینکه نشان دادن روابط بهینه با اسرائیل یکی از رمزهای موفقیت کاندیداهای جمهوری خواه و حتی دموکرات در انتخابات مقدماتی است. And just a little note to Nikki. She's not gonna win. سیستم آمریکا کلن بر ضد مداخله آمریکا در مناطق مختلف مخصوصا در خاورمیانه است. از حدود 30-35 سال پیش
میشه این رو به خوبی دید که نه فقط رئیس جمهور یعنی این سیاست رو هدایت میکنه، بلکه هزاران نفر هستن که اون رو هدایت میکنن در آمریکا که به سیاست جدا بودن از خاورمیانه و دور شدن از خاورمیانه اینها اون رو سوق میدن. و ما باید در مورد خود مردم آمریکا هم ببینیم و به یاد بیاریم و الان رو هم ببینیم که چه جور ورق برگشته. مثلا شاید چیزهایی که در 8 سال پیش یا حتی در دوران آقای ترامپ شروع شده که یک نوع دوری و دشمنی که الان میبینیم نسبت به اسرائیل شاید پایه و اساسش در اون دوره هاست. پس چند تا چیز این در این مورد انگار دست به هم میدن و آمریکا رو به عنوان اون همپیمان سابق اسرائیل در بعضی موارد دیگه نمیشه دید. یعنی در موارد استراتژیک و جایی که به قول معروف کارد به استخون برسه، بله دولت آقای بایدن الان از نظر سلاح، از نظر پشتیبانی سیاسی دیپلماتیک در سازمان ملل و غیره پشت اسرائیل هست، و این کار رو انگار با خیلی سختی انجام میدن. دیگه اون جون و دل قبلیش مال سالهای 70 دیگه وجود نداره. 9 ماه دیگر رئیس جمهور جدید آمریکا برای 4 سال دیگر انتخاب خواهد شد. آیا اسرائیل به عنوان یکی از همپیمانان اصلی آمریکا در خاورمیانه یک رئیس جمهور دموکرات یا جمهوری خواه را در آمریکا ترجیح می‌دهد؟ نظرات مثبتی که شنیده میشه از طرف جمهوری خواه است مسلماً، چون واقعا دموکرات‌ها یک راه خیلی بیشتری و دورتری شدن از اسرائیل و نزدیک شدن به جوامع مسلمان، حتی در اون کشورهای خودشون در آمریکا یا حتی در کل غرب، و اونها یک جوری بدهکار احساس میکنن نسبت به جوامع مسلمان. من میتونم اینو بگم این بهشون کمکی هم نمیکنه. اونها از آمریکا هم متنفرن همونجور که از اسرائیل متنفرن. بهتره دموکرات‌ها حساب کار خودشون رو بکنن. ولی خب بیشتر سمپاتی بیشتر از طرف جمهوری‌خواه‌ها میشه شنید. کلن همیشه اسرائیل ترجیح میداده جمهوری‌خواه‌ها بشن و باید اسرائیل وظیفه خودش رو هم اجرا کنه، نه فقط همیشه باید توقع داشت از طرف آمریکایی، بلکه اسرائیل هم این موضوع رو فهمیده که باید بیاد و کار کنه و یادآوری کنه که ما 2 کشور دموکراسی هستیم، ما باید هم پیمان باشیم، ما باید در خاورمیانه با هم همکاری کنیم تا کارها بیشتر پیش بره. سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه همواره با هدف تضمین امنیت ملی این کشور هدایت و رهبری شده است. اما در سالهای اخیر علاوه بر تغییر شکل کلاسیک حضور نیروهای نظامی آمریکا در این منطقه بر مبارزه با دولت‌های متخاصم و کمک به دولت‌های متحد از طریق قدرت نرم، انزوای بین المللی، وضع تحریم‌های گسترده و حملات علیه مواضع نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران نیز متمرکز شده است.